همزمان با از سرگیری مخاسمه میان اسرائیل و حماس هر یک از دو طرف دیگری را به نقض آتش بس متهم می کند. ارتش اسرائیل با این ادعا که حماس سه راکت به سوی این کشور پرتاب کرده حملات هوایی خود به غزه را از سر گرفت این در حالی است که دو طرف در قاهره در حال مذاکره برای برقراری آتش بس بودند سخنگوی دولت اسرائیل نیز با متهم کردن حماس به نقض آتش بس گفت که این گروه باید بداند آتش بس یک جاده دو طرف است <applause> همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گروه مذاکره کننده این کشور را از قاهره فراخواند از شمال نوار غزه نیز گزارش میرسد هزاران غیر نظامی که از نقض ناگهانی آتش پس شدند محل سکونت خود را رها کرده و به اماکن امن پناه میبرند شمال غزه و محله بیت روز سهشنبه توسط ارتش اسرائیل بمباران شد